إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. خدمت عزیزان، برادران و خواهران محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره مزمل رو بحث میکنیم. اشاره کردیم در قسمت پایانی بحث نوبت گذشته که خداوند سبحان بعد از اون که پیشنهاد و دستور استفاده از فیض مهیای شب رو به نبی مکرم مطرح فرمود، اونگاه بیان داشت که علت این است که ناشعت اللیل، اون لحظات شب، حادثات شب، اون که در شب روی می دهد از جهت روحی و روانی برای انسان مؤمن عمیق‌تر و مؤثرتر و مستحکم کننده تر است برای اقدام و قدم ها و گام هایی که طی می کند در مسیر عبادت. عقل و مقیل است، مؤثرتر، پابرجاتر و استوارتر است. خب من به همین مقدار چون توضیح داده بودیم فقط ربط سخن رو گفتیم و ادامه آیات رو امشب تعقیب میکنیم. ان لک فی النهار سبحا طویلا، و پیامبر همانا که در روز شما سبح طویل دارید. اولا کلمه سبح به معنای حرکت به گونه ایست که سرعتی در اون حرکت وجود داشته باشد و به بیان ما سطح تماس و اصطکاک کمتر باشد. اون آمد و شد و حرکت سریع رو سبح میگویند. لذا میبینید که به حرکت ستارگان کلون فی فلکن یسبحون سبح گفته میشود. به حرکت در آب و دریا سباحت گفته میشود که شناگری است، چون یه سرعت حرکت بیشتری دارد نسبت به سطح تماس با زمین. مراد از سبح در اینجا همون آمد و شد و تلاش های روزانه اجتماعی، فردی، اقتصادی، همه گونه اون. همانا شما در روز سبح طویل دارید، یعنی آمد و شده ها و فعالیت ها و تلاش های بسیاری دارید یا رسول الله. از این کلام دو گونه بهره میبریم. یک این که گویا با توجه به قسمت قبل و اون چه گفته شد و این جمله، خدای سبحان میخواهد یه نوع برنامه تقسیم کار رو برای پیامبر و پیروان رسول مکرم تعریف کند که مسلمانان روز فضای تلاش است، روز باید به سعی و کوشش گذرانده شود، شما در فضای روز باید در پی تلاش های وافر و جدی و مؤثر و مفید و پویا باشید. ان لک فی النهار سبحا طویلا، کما این که در آیات دیگر هم فرمود و جعلنا النهار معاشا، ما روز رو برای کسب معیشت، تلاش، کوشش و این گونه مسائل آفریدیم. دیگر روز شما شاید فرصت خیلی از مسائل رو نداشته باشید، فضای روز مهیای برای سعی و کوشش و تلاش است، همین عبادت است برای شما. اما شب نه، اون خلوت شب و اون فرصتهای آماده این که در طی نوبت قبل گفتیم اون را از کف ندهید. اون اختزا می کند که دیگه اون رازها، رمزها، زمزمه ها رو با خداوند سبحان داشته باشید. یه نوع تقسیم برنامه عبادی، اقتصادی، اجتماعی رو خداوند به این شیوه بازگو می فرمد.
استفاده دوم و نوع نگاه دوم به آیه این است که این پی هم آمدن این دو بحث چنین تداعی می کند. ابتداعا دستور اون استفاده از فضای فوق العاده زیبای شب رو خداوند دستور داد، بعد فرمود روز این تلاش و کوشش طویل و عمیق رو پیام بردارید. از این نگاه دوم اینطور بگیم که گویا خدا می گوید یا رسول الله، شما در روز کارهای طاقت فرسا دارید، باید رنجهایی رو بر خودتون هموار کنید و باید خیلی توان و نیرو به خرج بدید و قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، باید خودتون رو تقویت کنید و این تقویت با این ذکر خداوند، با این عبادت، با این قیام لیل، با این زندداری شب و با این سخن گفتن و انس و مناجات با خداوندتون دست میدهد. یعنی از این نگاه دوم ارتباط این شب و روز رو چنین بازگو کرد خداوند که شب آدمی رو مهیا میکند برای روز، شب خوب به دنبال اون روز خوب دارد، شبی که انسان از فضای اون شب استفاده لازم رو میبرد میتواند روز پرنویدی رو و امید بخشی رو برای انسان در پی خود بیاورد. هر دو استفاده رو میتونیم از آیه داشته باشیم و محذوری وجود نداره. به دنبال اون فرمود و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. از این قسمت همین آیه که عرض میکنم، یعنی آیه هشتم، ملاحظه میفرمود که خداوند سبحان دستوراتی رو به پیامبر مطرح میفرماید. اگر به دقت نگاه کنیم که شاید انشاءالله بتوانم در همین نوبت همه اینها رو تا اون قسمتی که تلاوت شد بازگو کنیم، پنج عنوان رو خداوند به نبی مکرم مطرح میکند، پنج دستور، پنج پیشنهاد، پنج راهکار که اینها لازمه یه کار پیامبر است. اگر رسول میخواهد در میدان وسعت دار و گستردهی که پیش رو دارد در وادی هدایت و تربیت انسانها قدم بنهد، باید مسلح و مجهز به این پنج مسئله باشد. اینها رو باید داشته باشه پیغمبر مکرم، نه پیامبر بلکه هر کسی که میخواهد در وادی تعلیم و تربیت، هدایت و ارشاد. اگر هر کسی میخواهد در این مسیر قدم بردارد، هر پدری، هر مادری، به بیانی هر کسی که مسئولیتی رو در جامعه حتی به دوش میکشد، نمیتواند فارغ از این پیشنهادها و این مسائل باشه، باید اینها رو عمل کند و توجه به این نکات داشته باشه و اینها رو جدی بگیرد. شروع میکنیم از اولی. فرمود وذکر اسم ربک. اولین دستور این است که پیامبر ذکر کن نام پروردگارت رو. سخن از ذکر آغاز می شود و خداوند دعوت می کند پیامبر رو به ذکر و می فرماید که ذکر نام پروردگارت کن. طبیعی است خود ذکر عامل حفظ و امارت و آبادانی جان مذکر و متذکر خواهد بود. اون دلی که با ذکر خداوند انیس است و مأنوس است و متوجه است، آبادان است. و امر قلبی به طاعتک، اون دل آباد به طاعت و ذکر خداوند است که آمادگی و پذیرای بقیه مسائل دیگر هم در زندگی خواهد بود. دل فارغ از ذکر الهی که غفلت اون رو فرا گرفته باشد، نمیتواند یه برداشت و نگاه و یه ارتباط صحیحی رو از نظر ما، از دیدگاه توحیدی و قرآنی، با دنیای پیرامون خودش داشته باشد. لذا دستور اول ذکر، اولا جهتت رو پیدا کن پیامبر و متذکر باش. لحظه ای غفلت از خداوند سبحان میتواند مسیر تو رو فرسنگ ها دور کند. لذا وذکر اسم ربک، اولین چیز ذکر، ذکر، ذکر. این که در آیات قرآن فراوان میبینید عزیزان، این تکیه به ذکر. حالا عرض میکنم خدمتتون، استعذار دارید اگر ذکر گفته میشود در قرآن، به دلیل اینکه ما آدمیان این مشکل رو داریم، این غفلت وجود ما رو میگیرد. ماهیتا دنیا غفلت زاست و فکری باید بکنیم که این غفلت ها ما رو فرو نگیرد. چاره این ذکر است. اما خود ذکر همان گونه که گاه گفته شده از تذکر همیشه مقدمه است
برای توجه و تفکر. ذکر بدون فکر نمیتواند اون مطلوب و مقصودی باشد که خداوند ما رو به اون دعوت میکند. ذکر بدون فکر فقط میشه لقلقه دست و زبان. فقط زبان تکان میخورد، لبها تکانی میخورد، ممکنه در یه خیال و حال و هوایی هم کسی باشه، اما این لبها هم مشغول کار و تلاش کامپیوتری این هم دارد کار خودش رو میکند و برنامه بهش دادن داره اجرا میشه. ممکن اگر سوال کنیم از این ذاکر که الان شما چی میگفتید، 5 دقیقه بعد نداند که چی میگفته از 10 دقیقه قبل. این ذکریست که فقط لقلقی زبان است، این ذکریست که در پس اون فکر نیامده است. دیگه اون پیام های بعدی و فواید بعدی هم نمی آید. خداوند این ذکر رو نمی گوید. اون ذکری که خدا اراده می کند و اون مراد است برای انسان متذکر و موحد و مؤمن، اون ذکریست که در پس اون توجه، اعتبار، در پس اون هوشداری، هوشیاری، تفکر می آید و تولید از این ذکر می شه. این مراد است که خداوند سبحان می گوید. حالا این ذکر رو ملاحظه می فرمود که خداوند می گوید و از کرس مرب بک، پیامبر ذکر کن نام پروردگارت رو. گاهی اشاره کرده ایم که ما دو شیوه یه دستور به ذکر در قرآن داریم. گاهی فرمود که ذکر کن نام ربت را، اسم رب بک. به نظر بعضی ها اومده است که این اسم رب همونطور که خدا گفته است اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم کار را آغاز کن و قرائتت رو، وذکر اسم ربک یعنی توجه به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در آغاز کار با توجه به خداوند کار را آغاز کن. همیشه در هر امری هدف گذاری خودت رو با توجه به ذات باری تعالی قرار بده و به سوی این مقصد حرکت کن. حالا این استحسانیست، یه نگاهیست با آیه که ممکنه به ذهن بعضی ها اومده است، اما معنا فراتر از این است. عرض کردم ذکر گاه گفته می شود و به دنبال اون اسم می آید، وذکر اسم ربک. اما گاه در قرآن می بینید نه، وذکر ربک فی نفسک. پیامبر ربت رو، نه اسم ربک. دیگه در مواردی اسم نمی آید، رب، الله، اذکر الله، دیگه اسم الله نیست، اسم رب نیست، خود الله، خود رب. معروف این است که می گویند جایی که وذکر اسم ربک میاد، یعنی یاد کن اسم پروردگار را، اینجا مراحل ذکر لسانی است، ذکر زبانی است که از زبان آغاز می شود ذکر. شما ذکر رو از زبان شروع میکنید، بعد این رو فرو میبرید در جان، ذهنتون، وجودتون، جان شما رو فرا بگیرد. به هنگامی که خداوند بدون اسم ذکر رو مطرح میکند، این ذکر جنانی، قلبی و درونی است. حالا بگیم خفی و جلی و این اصطلاحات رو هم بالاخره میشه گفت. اما بنده جمله دیگه عرض میکنم اینجا، این رو درست میدانیم، این بحث خوبی است، اما نکته دیگه ای همینجا دارد که شاید این یه قدری عمیق‌تر باشد و اون این است که به هر تقدیر ذکر الله مراتبی دارد. هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. عامه مردم باید به اونها گفت وذکر اسم ربک. اینها دلخوش به اسم رب می کنند، اینها سهمشون از ذکر اسم الله هست. اما یه گروهی هستند که اینها وذکر ربک فی نفسک یه خواصی هستند، یعنی انسان در طی طریق معرفت و مراحل رشد و تکامل به جایی میرسد که دیگه به اون میگن وذکر یا رسول الله، وذکر ربک فی نفسک. دیگه اینجا رب مذکور انسان میشه، نه اسم رب. و این فرق است و این تفاوت است، یعنی این جاییست که دیگه پوشیده پنهان می روی اندر میام جان من. این جاییست که ذاکر به یه حقایقی دست پیدا کرده است، به اونجا رسیده است که به تمام وجود حس می کند، ذات باری تعالی را، صفات الهی رو در وجود خودش. به این جاییست که ترسم ای فساد گر فستم کنی،
این حکایت همان می شود که بالاخره آمد و فصلی بکند، آمد و هجامتی بکند، اما این مجنون با تمام این حال و هوایی که دارد نگذاشت. گفت می ترسم این کار رو انجام بدی. چرا جانت می ترسی؟ نه لرزان از جانم نه ترسان، بلکه مشکل این است که می دانم تو اگر رگ من بزنی و فست من بکنی، به جای خون نام لیلی از رگ من بیرون می آید، خون لیلی از تنم بیرون جهد، من می دانم که چیز دیگری از تن من می آید. این جاییست که انسان به حقیقتی رسیده است که تمام وجود او حس می کند جمال الهی را، جلال الهی را، و لحظه‌ای بدون این ذکر نیست. این همان ذکریست که در کلمات معصومین، مخصوصا امیر المؤمنین، گاه در آن مستوای بلند و مقام رفیع مشاهده میکن. این همان است که نبی مکرم میگوید اگر این چشم بسته شود، دل بسته نمی شود. ممکن است چشم بخوابد، اما دل من از ذکر نمی خوابد. این همان حالت خوش و جیوانی است که اون اولیاء خدا دارن. حالا ممکن است در مراتب بعدی هم یه حد و اندازه و سهمی از این بالاخره بعضی از بندگان خوب خداوند داشته باشن. پس می توانیم این ذکر رو دو نوع بدانیم از جهت زبانی و قلبی بودن. دو نوع بدانیم، یعنی دو مرتبه از ذکر بدانیم، ذکر عوام و ذکر خواص. از آیه استفاده شد، وذکر اسم ربک، دستور اول، و تبتل الیه تبتیلا، پیام دوم و خواسته دوم، و تبتل کن ای رسول ما به سوی حضرت دوست. تبتل کردنی، تبتل چیست؟ تبتل تفعل، ریشه اون به تلام بتله با ته دو نقطه، بتله، بتله با ته دو نقطه، البتل ای القطع، به معنای بریدن و قطع کردن است. حالا اشاره مثال میکنم خدمت عزیزان روشن باشه. میدانید که هنگامی که آدمی میمیرد و جان میدهد، اعتقاد ما این است که پرونده عمل بسته میشود و مختوم اعلام میگردد، الا در مواردی که آدمیان فکری کرده باشند قبل از رفتن خیش، الا اینکه چاره ای اندیشیده باشند که اگر میروند یادشون نرود، نامشون نرود، خیرشون باقی بماند. یه مواردی این چنینی است که ماتبن آدم میمیرد انسان، اما باقی میماند این خیر. یکی از اونها رو میدانید، اکثرتون میگید صدقتون جاریه، صدقات جاریه بعد از انسان جریان دارد. انسان رفت، اما این صدقه جاریه او باقی است. این یه بنایی است، یه مرکز خیری است، یه مرکز عبادی است، مسجدی است، محرابی است، مدرسه است، کتابخانه است، بیمارستانی است، یه مکان عام المنفعه مردمی است که جامعه دارن منتفع میشن، شب و روز از این بنا و از این تلاشی که این بانی اساس داشته است دارن مردم بهره برداری میکنن. این میشه صدقه جاریه. کتابی است، یه مؤلفی، یه مصنفی دست به قلم برده از کتاب نوشته است، 400 خورده ای سال آمده است، این علامه خبیر مجلسی 110 جلد کتاب بهار الانوار نوشته است. خب الان اون نوبت خواندیم، ما روایت رو از بهار از جلد 84 خواندیم، امشب برای شما از جلد 52 چیز میخوانم. خب بالاخره ما صدقه جاریه این مرد رو داریم استفاده میکنیم. این جریان دارد خیر او و باقی است، این جاری است. صدقه جاریه یک نقطه مقابل داره، این نوعی از صدقه است که جریان دارد. یه نوع صدقه داریم که اونم صدقه است، یعنی کاری است که از سر صدق و خیر انسان انجام میده، اما جریان نداره، قطع میشه، یعنی به تعبیر امروزی مقطعیه، ایستگاهیه. به این میگن صدقه مبتوله. صدقه مبتوله از همین ماده بتله، یعنی اینکه شما یه سفره میندازید، یه عده‌ای از مؤمنین نیازمندا رو دعوت میکنید، میخورانید اینها رو، یه گوسفندی میکشید، قربانی میکنید، گوشتش در بخانه زید و عمرو حاجتمند میدید. بسیار خوب است، این صدقه است، اما این صدقه مبتوله، یعنی در یه جای دیگه قطع میشه و تمام شد. پس ما دو نوع صدقه داریم، یه صدقاتی که اینها ادامه دارد، این رشته رشته میرود، اما نوع صدقاتیست که دیگه یه جایی تمام میشه، پروندهش بست. اونجایی که قطع میشه میگن مبتوله، بطله به معنای قطع. و تبتل الیه تبتیلا، یعنی چه؟ پیامبر قطع کن
ارتباطت رو با دیگران و انقطاع به سوی حضرت دوست و خداوند سبحان داشته باش. پیشنهاد دوم و دستور دوم، یا رسول الله، منقطع الالله باش. کمی حاجت به توضیح دارد. این ما دو گونه انقطاع داریم دوستان عزیز، دو گونه انقطاع، کما اینکه تبتل هم به دو شیوه در بیان صاحب شریعت آمده است. این تبتلی که خدا به پیامبر میگه تبتل کن، خود رسول خدا میگه لا تبتل فی الاسلام، ما تبتل نداریم در اسلام. نه النبی یا ان تبتل، پیامبر فرمود تبتل نکنید. چطور پس؟ از دل خدا به او میگه چنین کن، بعد او میگوید نه. این چطور میشه؟ تبتل به معنای جدایی، انقطاع از مردم و انزوا. گاه این انقطاع و انزوا و این تبتل بالبدن است، گاه بالقلب است. یعنی گاه از جهت جسمی انسان میبرد از خلق و جامعه، منزوی میشود، گوشنشین میشود، به این سو و اون سو پناه میبرد، جامعه رو به کناری میزند، فصل مشترک خودش رو با مردم قطع میکند، قارنشین میشود، دیرنشین میشود، خانقاه نشین میشود. نه النبی یا عن التبتل، پیامبر فرمود چنین بازی ها در اسلام نیست. اسلام دینی نیست که کسی بدیدم آبدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، نه، اسلام نمیپذیرد. لا رهبانی یتفل اسلام، اسلام این مسائل رو ندارد، این انزواها و این گوشه نشینی ها و این نوع ریاضت ها و بریدن از خلق و جدایی از جامعه و انزوا و تکروی و اینها رو اسلام توصیه نمی کند، نمیپذیرد. اینها بدعت هایی است که در دامن مسیحیت هم ایجاد شد، گاه مسلمانان هم گرفتار این مسائل شدند و اینها بلایی بود که گاه دامن مسلمانان رو هم گرفت متاسفانه. اینها مورد قبول نیست. اگر مراد از تبتل انقطاع از مردم بالبدن باشد، یعنی از جهت خارجی سوری بیرونی، اینو اسلام نمیپذیرد. اما اون تبتلی که خدا به پیامبر میگوید این است که کن فی الناس ولا تکن معهم، پیامبر در میان جمع باش، با مردم باش، اما این دل تو منقطع الالله باشد. این دل همیشه متوجه خداوند است، یعنی همه چیز رو از زاویه او میبیند. اگر بخوام این رو یه قدری ملموستر کنم برای دوستان، انقطاع الالله یا همون تبتل این است که آدمی قبل از محبت خداوند هیچ چیز رو نمیبیند، همه چیز رو بعد از محبت خداوند میبیند. اگر ما قبل از محبت خدا ببینیم خیلی از چیزها رو، زر رو، زور رو، اگر ما قبل از محبت خداوند فرزند رو ببینیم، زن رو ببینیم، جاه رو ببینیم، مقام رو ببینیم، اونگاه محبت خدا برای ما کمرنگ میشود، حجاب میشود اینها بین ما و حب الهی. اگر ما بعد از محبت خداوند نگاه کنیم به این عناوین، بعد اون فرزندی رو میبینیم بعد از محبت خدا که شعاع محبت خدا اون رو رنگ میدهد، همسری رو میبینیم که زیر سایه مهربانی و محبت خداوند با اون مراوده و معامله میکنیم و دوست میداریم، مقامی رو، پستی رو، مالی رو که در شعاع محبت خدا برای ما تعریف میشه، اگر تو این شعاع نباشه دیگه برای ما مفهوم و معنایی نداره. این یعنی انقطاع، این یعنی تبتل. همانیست که گفت الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این همان سخن زیبای وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین است که فرمود خدایا کمال انقطاع، دیگه اون اوج انقطاع رو به من عنایت کن. یعنی خدایا من هر چیز رو که میبینم از زاویه و دریچه محبت تو ببینم، از دریچه و زاویه رضای تو ببینم. بالاتر از این مقامی تصور نمیشه برای انسان. این مقام و این تبتل اگر برای انسان دست بده، خدا میداند وجود او خدایی است. اگر یک کسی بتول باشد، یعنی به تبتل رسیده است، از القاب و اسامی نورانی اون بانوی بزرگ ادوار تاریخ بشری سیدت نساء العالمین زهرای مرضیه، بتول است. البتول، البتول الکبرا، بتول است فاطمه. بتول از همین ماده تبتل میاد،
یعنی به جایی رسیده است که اگر شوهر را هم میخواهد ولو علی ابن ابی طالب باشد برای خدا میخواهد، اگر فرزندان را هم میخواهد برای خدا میخواهد. همه اینها را از دریچه محبت خدا نگاه میکند و این شیوه نگاه به زندگی، این دیگه اون عارفانه ترین، عاشقانه ترین و عابدانه ترین رفتار یک انسان نسبت به خداوند و خالق متعال است. پیامبر و تبتل الیه تبتیلا، منقطع شو به سوی خداوند. دیگه اگر دل تبتل پیدا کند عزیزان و در این وادی بیفتد، دیگه این به خیلی از جذبه ها، به خیلی از دیدنی ها، خیلی از چیزها دیگه جلوه‌ای برای انسان نمی کند. خیلی چیزها انسان رو دچار واهمه و اضطراب و ترس نمی کند. خیلی طمعها آدمی رو طماع، حریص نمی کند. این دل متبتل منقطع به سوی خداوند، همه چیز رو به عنوان یه تحفه‌ای از تحف الهی می بیند و برای اینها استقلالی قائل نیست. این رو اسلام می خواد، نه این که ما بکنیم، ببریم، فاصله بگیریم. نه، ما در میان زندگی، ما در میان قبیله عشیره، در میان زن و فرزند، در میان کسان و جامعه، در میان جاه و مقام، بر روی مسند ریاست باید تبتل داشته باشیم، باید دلمون منقطع به خداوند باشد. این هنر انسان مسلمان است که در این صحنه ها، در این بدبستان ها، در این آمد و شده ها بتواند وجود خودش رو حفظ کند، نه به انزوا و گوشه نشستن و فرار کردن و گریز و انفعال، و نه اینها رو توصیه نمی کند اسلام و پیامبر. و تبتل الیه تبتیلا. سوم، این دو دستور، اول ذکر، دوم انقطاع الله، سوم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. دستور سوم توکل است. حالا آیه رو بخونیم. رب المشرق والمغرب گفت که تبتل کن به سوی پروردگارت. کدام پروردگار؟ همان که رب المشرق والمغرب، پروردگار مشرق و مغرب است. تمام وجود و زمین تحت تربیت اوست. مشرق و مغرب وقتی میگید حاکی و بیانگر همه زمین است. بالاخره مشرق و مغرب دیگه زمین کروی است، دیگه تمام ابعاد اون رو میگید، یعنی تمام مجموعه زمین. رب المشرق والمغرب، پروردگار مشرق ها و مغرب ها. در جای دیگر جمعش، تثنیهش به اشکال مختلف گفته شده است و ما هم توضیح دادیم، دیگه میگذرم. لا اله الا هو، همون ربی که هیچ معبودی جز او پیامبر نداری و نیست. لا اله الا، هیچ معبودی نیست جز او. فاتخذه وکیلا، همین رب رو، همین معبود رو، اون رو وکیل خودت قرار بده، اون رو وکیل امر خودت قرار بده. همیشه گفته این بحث توکل، شما کسی رو اگر وکیل قرار میدید، یعنی این که رأی او را، اندیشه او را، آنچه میگوید و آنچه مینویسد و آنچه پیشنهاد میدهد مقدم بر رأی و نظر و نوشته خودتون میدانید. معنای وکالت عرفی همین نیست در عالم خارج؟ فاتخذه وکیلا، پیامبر انتخاب رو به خدا واگذار، مطمئن باش. رأی الهی رو بپذیر، مطمئن باش. خداوند سبحان این نکته رو به پیامبر بازگو می کند، توصیه توکل رو می کند، اون که تکیه به اعتماد کنی بر پیشنهادها، دستورها و اونچه خداوند و راهکارهایی که خدا در زندگی به تو ارائه می کند. همین اصول رو، همینها رو کار ببند و مطمئن باش که تو رو به سلامت به مقصد می رساند. خود این توکل آدمی رو مطمئن در قدم می کند. انسان متوکلانه وقتی قدم بر می دارد، دلواپس نیست، لرزان نیست، نگران نیست. من با توکل این دانه رو کشت می کنم، یعنی مطمئنم که قوانین الهی در خلقت این است، لطف خداوند این است که در پس این رویش خواهد آمد انشاءالله، استرابی ندارم. من با توکل بر خداوند این تن رو زیر تیغ جراحی می سپارم، هیچ دل نگران هم نیستم. خداوند فرموده است راه، علاج، درمان همینه، من هم میپذیرم، امیدوارم هوش شافی و شفا رو ذات حق عنایت کنه. دیگه من نگران نیستم، استرابی ندارم، از من وظیفه، از خداوند نتیجه. این میشه فرایند توکل، من وظیفه، اون نتیجه.
این که گاهی بعضی از بزرگان میگن ما مأمور به وظیفه، نامأمور به نتیجه، کاملا درست میگن. این توکله. توکل یعنی همین، یعنی ما کار خودمون میکنیم، تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار، دیگه بقیه اون با خداست. از آن ما کوتاهی نکنیم، به بار نشاندن تلاش ما و سعی ما رو خداوند عمل میکند و این میشه توکل. فاتخذه وکیلا. چهارم، خب یا رسول الله این مسیر رو که میخواهید برید، مسیر هدایت، تربیت و خلاصه عرض کنم من و شما برادر و خواهر عزیز، این مسیر پر پیچ و تاب به زندگی، این راه دشوار تا اون قله سعادت، تا اون لحظه ای که این جان عاریت که به حافظ سپار دوز، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، این پیچ و تاب های زندگی رو طی کردن مگر ساده است؟ مگر شوخی است؟ و حال این که از نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، هر روز میبینیم روزگار طرحی دیگر، نقش دیگر، حال و خواب و خیال دیگری برای ما میبیند. لذا خیلی مشکل است تو این مسیر قدم نهادن، اون ذکر و اون تبتل و اون توکل. حاجت به یه تفسیر ماده مهم میدارد، وصبر علامه قلونه. این چهارم، یا رسول الله اون چیزی که مکمل این سمیشه، اون ذکر، اون انقطاع و اون وکیل دانستن خداوند، تکمیل اون با صبر است، با شکیبایی، بردباری و تحمل است. ذاکری و متذکری موفق است که پای ذکرش بیستد، انقطاعی به بار می نشیند که با تحمل باشد، توکیل و توکلی درست است که شانه به شانه همراه با صبوری و بردباری باشد. این صبر عزیزان چیز عجیبیست. صدها بار ما در صبر سخن گفتیم. خلاصه کار این که صبر درمان است و بی‌صبری درد. هیچ دردی بالاتر از بی‌صبری برای انسان نیست. بی‌صبری است که می‌جنباند خیلی از مفسده‌ها رو در وجود انسان. وقتی انسان بی‌صبر و بی‌تحمل میشه، با تورم زر میشه قارون و با تورم زور میشه فرعون. مشکل اینها اینه که تحمل نداشتن، مشکل اینها اینه که صبوری نداشتن. اینها رسید براشون، اما تحمل و ظرفیت و گنجایش این زر و زور در وجودشون نبود، کارشون به اینجا کشید. انبیاء الهی رسید، اما با اون تحمل و با اون شکیبایی به اون قله دست پیدا کردند. این درد است، اون درمان است واقعا، و این صبر است و این تحمل در قبال تمام مسائل و پیش آمدهای زندگی است که انسان رو میتواند واقعا به پیروزی و صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفرایت نائل کند. فرمود وصبر علی ما یقولون، منتها مثل همین همه جا خیلی از موارد در قرآن، اینجا فرمود وصبر علی ما یقولون، صبر کن بر اون چه میگویند. مشخص میشه صبر بر کلام خیلی سخت است که خداوند هی صبر علی ما یقولون رو میگه، نه علی ما یفعلون. نمیگه صبر کن بر آن چه میکنند، میگه صبر کن بر آن چه میگویند. مثل اینکه تأثیر گفته در وجود انسان و تولید بی صبری خیلی بیشتره. یعنی انسان ها در قبال کلمات هم بی تحمل ترند تا در قبال دیدن خیلی از رفتارها. این واقعا ها همینطوره. یعنی گاه با یک کلمه میبینید یک کسی مثل آتش فشان میجوشد و میخروشد از جا، با یک کلمه، با یک جمله، با یک جواب، با یک اصلا میبینید آتش فشانی برخروش، بعد میشه منشأ خیلی از بیحرمتی ها، بیابرویی ها، بیغیرتی ها و و و خیلی از مسائل. وصبر علی ما یقولون، پیامبر بود اینجا بردباری خودت رو بر آن چه میگویند بیازمایی و تقویت کنی. خب علی ما یقولون یعنی چی؟ بر آن چه میگویند برای کی؟ ممکنه یقولون لله، یقولون لک. یه چیزهایی به تو میگن پیامبر باید تحمل کنی، یه چیزهایی به ما میگن. به ما میگویند که اتخذ الله ولدا، خب بگن، میگن خدا فرزند دارد، میگن خداوند همسر دارد، میگن خدا شریک دارد. پیامبر شما باید این رو با تحمل و بردباری و شکیبایی پاسخ اینها رو بدی
و با اینها مقابله کنی و صحنه رو خالی نکنی، ترک نکنی میدان رو و بدانی که باید عمل کنی. به تو هم میگویند شاعری، کاهنی، ساحری، مجنونی، اما اینها را هم به جان باید بخری یا رسول الله. اگر آمدی در این وادی و اگر عاشقی باید تاوان عشقت رو هم بپردازی. وصبر علی ما یقولون، بگذار که ملامت کنند. وصبر علی ما یقولون، باید اون شکیبایی و بردباری رو بر آنچه میگویند نشان دهی و داشته باشی تا اون توفیق لازم رو پیدا کنی. خب این چهار نکته. پنجمین نکته بسیار زیبا، و جرهم هجرن جمیلا. و پیامبر وحجرهم در مقام پنجم بعد از اینکه تمام این منازل رو طی کردی، گاه نیاز به بیش از این هم داری. تو ای متذکر که هیچگاه غفلت از دوست نداری، ای متبتل که همیشه منقطع به خداوندی، ای متوکل که توکلت بر حضرت او و اعتمادت به اوست، ای صابر صبور، ای صبار، گاهی کارت به اینجا میکشد ولو اینکه مسلح شدی به همه اینها، گاه در برخوردهات با حوزه زیر مجموعه خودت، با شاگردانت، با اونها که مسئولیت و تولی اونها رو به عهده داری، گاه حتی با اعضاء خانواده، گاه اینجا باید یه تغییر سیستم، یه تغییر تاکتیکی در رفتارت بدی. به تعبیر امروزین ما وحجرهم، گاهی باید هجر کنی. هجر المفارقه، فاصله گرفتن، المفارقه، گاه المفارقه تو بالقلب و لسان و البدن. ما سه نوع هجر داریم. هجر یعنی فاصله گرفتن، گاه فاصله قلبی است، گاه فاصله زبانی است، یعنی ابراز میکنید این رو که شما اون طرف جوب با این طرف جوب، حالا نه با این لحن، اینطور میگم که در ذهنتون باشد. گاه بدنی است، یعنی جوری رفتار میکنید که دیگه فاصله خودتون رو نشان میدید. مثلا وحجرهم، گاه در یه مقاطعی شما باید ناخرسند. این صبوری، شکیبایی، تحمل حد و اندازه ای دارد، نه برای تو بلکه برای دیگران، یعنی در رفتار با دیگران، اون که متوجه بشند اونها در مقام تربیت، گاه تو باید ناخرسندی خودت رو نشان بدی. حالا یه راهش اینه که وحجرهم، یه مقداری گاه باید فاصله بگیری، یه مقدار گاه باید مفارقت کن. حالا این مفارقت گاه در حدی است که قلبن اصلا به طور کلی کراهت قلبیت رو نشان میدی از یه رفتاری، از یه چیزی، از یه کسی. گاه ممکن است این لازمه بیش از این باشه، به زبان میآوری که دوست عزیز، این رفتار شما مورد قبول من نیست، من این رو نپسندیدم، گمان نمی کنم که این مورد رضای خدا باشد. این فاصلت رو به زبان میاری و این هجرت رو نشان میدی. گاهی هم در مقام عمل میگویی که هازا فراق بینی و بینک، مثل این که بالاخره ما تفاهم با هم نداریم، نمیتونیم با هم این قضیه رو حل کنیم و روشن کنیم. حالا شما هم تأملتون بکنید، ما هم تأملمون میکنیم، ببینیم چه باید بکنیم. گاه بحث جدیتر و در مقام عمل مطرح میشه. یعنی گاه لازمه که یه تلنگری از این نوع انسان، ولو به فرزند خیش، ولو به همسر خودش، البته تشخیص اون کار کسی است که هم ذاکر باشد، هم متبتل باشد، هم صبور باشد، هم متوکل باشد. اون چهار تا اگر باشه اینجا انسان ثواب میکند، و الا ممکنه خطا کنه، ممکنه درست حرکت نکنه. انسان بی صبر نمیتونه هجر داشته باشه، انسان صبور باید هجر داشته باشه. وحجرهم، شناخت اون دقت میخواد خیلی که کجا باشد، اما هست وحجرهم. خب حالا این فاصله هم گاه باید بگیری پیامبر از بعضی ها، حالا این رو ابراز کنی، بگی دیگه، یا سکوت کنی، لب رو ببندی، فعلا گفتگو رو بگذاری تا مقام دیگر، تا فصل دیگر. اما فوق العاده اینجا لطیفه، وحجرهم هجرن جمیلا. پیامبر اگر بنات بر فاصله گرفتن هم هست و ابراز عدم رضایته و فصل است، این فصلت هم مثل وصلت باید در نهایت جمال و زیبایی باشد. عرض میکنم واقعا اونقدر
انسان به شعف میاد که چه بگیم. این رو اگر نگاه کنید در قرآن بارها میبینید. خب ما میدانیم که ما بنی بناءٌ احب عند الله فی الاسلام من النکاح، هیچ خانه‌ای در اسلام نیست زیباتر از نکاح و ازدواج. محبوبترین بناها در نزد خداوند است خانه ازدواج و نکاح. این چه عمارتی، چقدر توجه. بارها اشاره کردیم واقعا وقتی که صیغه عقد اجرا میشه و دو دختر و پسر مسلمان، دو زن و مرد مسلمان، اینها به حلیت و زوجیت هم در میان، اینجا جایی است که عرشیان و کروبیان و ملائکه الله دستفشانی میکنند. اینجا جایی است که منتظرند که شما دعا کنید و اونها آمین بگن به دعای شما. یعنی اینقدر عظمت تو این قضیه وجود دارد و اینقدر مهمه در سرنوشت جامعه، در سرنوشت فرد، در ایمان انسان، در اقتصاد، در همه چی نقش دارد. این ازدواج درست به نقش، به سامان، به قاعده، تمام اینها رو تحت شعاع قرار میده. اما در این حال گاه کار به جایی میرسد که همین بنا رو باید خراب کردی. یعنی گاه کار به اونجا میرسد که این یفترقا یغنی الله کلن من ساعته. به هر تقدیر اشتباه کردیم، خطا کردیم، مقدمات رو درست نچیدیم، واقعا این دیگه رنجش دو سویه است و یه جهنم فعلی داریم و خداوند اجازه نمیده که ما تو این جهنم بسوزیم. وقتی این تفاهم نیست، وقتی این تکامل دو سویه نیست، اینجا جاییست که دیگه مجوز از شریعت میاد برای جدایی و فراق و طلاق. ولو مبغوز است اما حلال است، ولو نمیپسندیم اما راه است، ولو آخرین راه است اما راه است. در این حال به جا اگر باشد، به وقت اگر باشد، بالاخره این هم راهی است که در شریعت پیش بینی میشد و گفت اگر عاشقی به سوز و بساز نیست در زخت خودش. اما وقتی به همین طلاق نمیرسد، اون زیبایی نکاح رو که نمیبینید، خدا میداند در قرآن اصرهن صراحا جمیلا، بگذارید مراسم طلاقتون هم مثل عروسیتون شیرین باشه. قرآن میگه طلاقمون طلاقی است که شیرین باشه، زیبا باشه، صراحا جمیلا، مردانه، با شکوه، با احترام، با حرمت طرف مقابلتون، چه زن چه مرد. حالا شما اینا رو فکر کنید، این تعابیر زیبای قرآن رو، و متاسفانه گاه اون رفتارهای عامیانه‌ای که بالاخره بمان تا موی سرت مانند دندانت سفید بشه، اینها رو بگذارید کنار. اون چه خالق وجود، اون چه خدا میگوید و پیامبر میگوید و اون چه مردانگی و جوانمردی و مروت اسلامی و ایمانی اقتضا اون میکند و باید اون رو پذیرفت و تن داد. فرمود وصلتون هم مسلمان ها باید مثل فصلتون زیبا باشه، فصلتون هم باید مثل وصلتون زیبا باشه، هم فراقتون زیبا باشد، هم وصالتون زیبا باشد، باید هر دو. حالا که اینها زیبا میشه هنگامی که اون چه خدا میخواهد عمل کنیم، یعنی طبق همون قاعده، یعنی طبق همون قاعده. اگر بنا شد، حالا اینها در جای خودش بود، بیا چون من مثال زدم میگم، چون مصداق رو این گفتم، اگر بنا شد کار زندگی به اینجا کشید، فرمود نگیرید از اینها اونچه به اینها دادید، این میشه صراح جمیل. اگر بنا به جدایی و طلاق شد، بدید اونجا حقوق شرعی و قانونی اینهاست، مثقال ذره از اینها نگیرید، اونگاه بحث طلاق رو با اینها مطرح کنید، بکنید بعد ببینید خدا با شما چه میکند. هر دو طرفش رو پا رو بگذارید رو حقوق، فشار بدید، مظلوم کشی بکنید، ببینید خدا چگونه از حلقومتون در میارد فرداها. با صراح جمیل برخورد کنید، ببینید خدا چقدر زیبایی تو زندگی و دامنتون میگذارد. چیزی نمیگذارد، فرداها خواهید دید که نتیجه جمال جمال است و نتیجه قهر قهر است در سنت خداوندی. در اینجا هم فرمود وهجر هم هجرا جمیلا، اگر بناست فاصله هم باشد، این هم باید به زیبایی باشد، این هم باید با حرمت باشد، این هم باید با شکوه باشد، این هم باید لطیف باشد، نه اینکه این هم با خشونت و تندی و خشن بودن و با اهانت و توهین و تحقیر و نه، این حرفا وجود ندارد. همینجا هم باز باید اون سنت زیبای الهی ان الله جمیل و یحب الجمال رو از خاطر نبرد و فراموش نکرد. خب این دستورات رو خداوند به نبی مکرم صادر فرمود، به دنبال اون فرمود و ذرنی و المکذبین
قل نعمه و مهلهم قلیلا. پیامبر شما کار خودتو بکن، این دستورات از آن شما. دیگه اگر عده‌ای رو میبینی و گفتیم رهاشون کن، دیگه واقعا رها کن، نگران نباش. شما اگر به وظیفه عمل کردی بقیه با ما. رها کن مرا و مکذبین و تکذیب کنندگان که اینها دارای نعمت و موقعیت و ثروتمندان و سرمایه داران سنگین و بزرگند. پیامبر اینها رو به من واگذار کن. به بیان ساده اگر ترجمه کنیم، اینها رو به من واگذار کن، من میدونم با اینها چه بکنم. شما نگران نباش، شما کار خودت بکن یا رسول الله. مشوش نباش، آسوده خاطر باش. و مهل هم قلیلا، و به اینها فرصت بده. اما این فرصت چیه؟ اندک. اینها شب رو درست به صبح نمی کنند. این با سنت ماست، با قاعده ماست، با قانون خدایی است. و مهل هم قلیلا ان لدینا انکالا و جهیما. بدون در نزد ماست انکال و جهیم. عقوبت اینها رو مطرح میکند خداوند. انکال جمع نکل، به معنای بند، به معنای زنجیر که منع انسان میکند. چیزی که خدا تو وجود انسان قرار داده است آزادی است. اصلا روح انسان با بند و زنجیر سازگاری نداره عزیزان. آدمی دوست میدارد رها باشد. همین ابیات مثنوی رو گاه خوندیم که بار دیگر آمدم دیوانه وار. رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری میدرم. ما اهل زنجیر نیستیم، اهل بند نیستیم. ما رهایی رو میخواهیم در دنیا و آخرت. اما عده‌ای هستن که بند وجودشون به بند کشیده میشود فرداها، به دلیل اون بندهایی که امروز در دست و پاشون بود، در فکرشون بود، در جانشون بود. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. خداوند سلسله ها و زنجیرها رو و قلها رو از دنیا می کشد، در آخرت به دست و پاشون می بندد. فرمود ما اینها رو انکالشون می کنیم، نگران نباشه. ان لدینا انکالا، بندشون می کنیم، سلب می کنیم آزادی اینها رو. و جهیما، و اون قهر گداخته خداوند در انتظار این هاست. و تعامن زا قصتن و عذابن علیما. وقتی استخوان در گلو گیر می کند میگن شجی العظم. وقتی آب در گلو گیر می کند انسان رو زمین گیر می کند، گاه بعضی ها می میرن به این حالت، میگن شرق الماء. وقتی لقمه در گلوی انسان گیر می کند و انسان می ماند، گاه بعضی ها جان دادن اینطور، میگن قصت و طعام. اسمش اینه. و طعامن زا قصتن. اگر قصه رو هم قصه میگیم ماها، میگه عجب قصه هایی دارد فلانی، این از اینجاست. و طعامن زا قصتن، برای اینها طعام هایی داریم که از فضای دهانشون پایین نمیره، گلوگیرشون میکند، اینها رو حبسشون میکند. و طعامن زا قصتن و عذابن علیما. اون عذاب علیم الهی در انتظار این هاست. کی؟ یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز در گفتگوی بعدی بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. توفیق فهم و درک و منور کردن جان و زندگی در پناه قرآن رو به هممون کرامت بفرمایید. صلوات الله علیه.